سلام، به حاشیه نیوز خوش اومدید. اسرائیل یکی از کشورهایی است که بعد از انقلاب اسلامی ایران تا این روزها هر گونه که بتواند بر علیه ایران از هیچ تلاشی دست نمی کشد، چه در زمینه‌های رسانه‌ای و اخباری، چه در زمینه‌های جاسوسی و خبرچینی. این کشور یکی از سرسخت‌ترین و حساس‌ترین اعضای تیم کشورهای مقابل ایران است و بنا به دلایل فرهنگی و تاریخی هرگز از طرف ایران یک کشور رسمی تلقی نشده و همیشه به عنوان یک رژیم در رسانه‌های وابسته به دولت ایران از آن یاد شده. اما یکی از میدان‌هایی که این دو کشور بسیار برای یکدیگر در آن رجزخوانی می‌کنند و تهدیدهایی بر علیه یکدیگر اعلام می‌کنند، عرصه موشک‌های برد بلند و برد کوتاه است. قدرت موشکی ایران از جهات گوناگون در این کانال یعنی حاشیه نیوز مورد بررسی قرار گرفته است و اکنون در این ویدیو می‌خواهیم به دو تا از موشک‌هایی که چنته اسرائیل را برای تهدید ایران پر کرده بپردازیم. با ما در حاشیه نیوز همراه باشید و نظرات خودتون رو در کامنت برای ما به اشتراک بگذارید. موشک دلیله. موشک دلیله سلاحی است که به شکل گسترده ای توان اسرائیل بر ضد اهداف مختلف در سوریه از زمان جنگ داخلی استفاده شده، از جمله بر ضد اهداف مختلف نیروهای محور مقاومت از جمله پایگاه‌های ایرانی در سوریه. این سامانه حتی دست کم تا کنون سه سامانه پانسیر S1 ارتش سوریه را که برای زدن موشک‌های دشمن طراحی شده هدف قرار داد و حمله به پایگاه T4 که منجر به شهادت چند نفر از نیروهای ایرانی شد به این موشک نسبت داده می شود. موشک دلیله یک موشک دور ایستای کروز است. این موشک برای پرتاب از جنگنده طراحی شده ولی نسخه زمین پرتاب آن نیز ساخته شده است. دلیله سلاح جدید نیست. در واقع در دهه 1980 به عنوان یک هدف پرنده برای تست سلاح ساخته شد ولی بعد به سرعت تبدیل به یک موشک دور ایستا شد و در دهه 1990 اول قرار بود نقش پهباد جت انتحاری را بازی کند ولی تبدیل به موشک شد. دلیله یک موشک با طول 2.7 متر و قطر 330 میلیمتر است که دارای بدنه از جنس مواد کامپوزیت با بخش‌های آلومینیومی است. موشک دارای 2 بالچه ثابت و 4 بالچه تثبیت کننده در انتهای بدنه به شکل ضربدری است. این موشک یک موتور جت است که ورودی هوای آن زیر بدنه مشخص است. هنوز اعلام نشده موشک از چه نوعی است ولی بر اساس برخی منابع اسرائیلی این موشک دارای موتور آمریکایی ویلیام J400WI-404 است. این موتور قبلا روی پهباد تمرینی BK-M74 ساخته شده که دلیله بر اساس پلتفرم آن ساخته شده است. این موتور 240 پوند رانش ایجاد می‌کند و یک موتور توربو جت است. دلیله با این موتور دارای بیشترین سرعت 850 کیلومتر بر ساعت است، گرچه سرعت استاندارد آن 750 کیلومتر بر ساعت است. نسخه زمین پرتاب آن دارای یک بوستر گرد در انتهای بدنه با سوخت جامد است که برای پرتاب موشک از زمین استفاده می شود تا موشک به سرعت لازم برای به کار افتادن موتور جت برسد. دلیله دارای وزن کامل 187 کیلوگرم است که از این میزان 30 کیلوگرم آن کلاهک جنگی است. دلیله کلاهک جنگی کوچکی دارد. در واقع برای زدن اهداف نرم مانند سامانه های پدافندی، هواپیماها و یا بالگردهای در فضای باز، انبارهای مهمات نچندان مستحکم و یا ساختمانه های کوچک کاربرد دارد که البته بخش عمده اهداف میدان جنگ را میتواند شامل شود. دلیله دارای 2 سیستم هدایت است، یکی GPS و INRC و دیگری سامانه اپتیک حرارتی مرحله آخر. موشک دارای برد 250 کیلومتر است و تا نزدیکی هدف با سامانه GPS حرکت می کند ولی در نزدیکی هدف دوربین سر موشک روشن شده و تصاویر خود را برای افسر اسلحه که در کابین عقب نشسته ارسال می کند و آن با دوربین هدف را انتخاب و به آن حمله می کند. موشک را میتوان تنها با کمک GPS به هدف کوبید، ولی پس چرا دوربین مرحله آخر؟ دوربین مرحله آخر برای زدن اهداف متحرک است و یا اهدافی که ممکن است در یک محل خاص قرار نداشته باشند. مثلا قرار است یک سامانه پانسیر در سوریه زده شود که ممکن است دائم جابجا شود. از این رو موشک با کمک سلاح GPS خود را به فرودگاه میرساند و بعد در مرحله آخر با دوربین فرودگاه را جستجو کرده سامانه را کشف و به طرف آن حمله میکند. این موشک دارای دقت 1 متر در صورت استفاده از مرحله آخر
اپتیکی و 3 تا 6 متر با استفاده تنها از سامانه GPS و 35 متر با کمک تنها اینرسی است. برای هدایت مرحله آخر، جنگنده شلیک کننده باید حتما یک غلاف ارتباط داشته باشد. این غلاف معمولا زیر بدن حمل می شود که امواج ارسالی موشک را به جنگنده منتقل می کند و توان هدایت همزمان را فراهم می کند. یک نسخه با نام دلیل JL نیز جدیداً توسعه یافته که از زمین و یا لانچر دریایی قابل شلیک شدن است. دلیل در اسرائیل همکنون از F-16 و F-15 و همچنین بالگرد بلک هاک و سی هاک نیروی دریایی شلیک می شود، ولی به زودی از F-35 نیز پرتاب خواهد شد که با در نظر گرفتن سطح راداری کم F-35 می تواند تهدید جدی باشد. اولین بار برز اهدافی در جنوب لبنان دلیل در سال 2006 میلادی به کار رفت، ولی دست کم تا کنون 400 دلیل برز اهدافی در سوریه استفاده شده. تعدادی از آنها توسط سامانه پانتسیر به شکل خاص هدف قرار گرفته است، ولی تعدادی با اهداف مختلف برخورد کرده، از جمله اینکه دست کم تا کنون 3 سامانه پانسیر نیز هدف این سامانه قرار گرفته است. از جمله نسخه های جدید که توسعه یافته، ساخت یک نسخه برای پرتاب از زیر دریایی های کلاس دلفین نیروی دریایی اسرائیل است. موشک دیگری که پشت اسرائیل به آن گرم است، موشک هوا به زمین پوپای است. کار روی موشک هوا به زمین پوپای در سال 1981 با هدف ساخت یک سلاح دوربرد با توان آتش و رها در شرکت رافال اسرائیل آغاز شد. سلاح جدید می بایست این توان را داشته باشد که دور از دسترس سامانه‌های پدافند بر علیه اهداف محافظت شده توسط پدافند به کار رود. اسرائیل برای ساخت این موشک کمی به سلاح آمریکایی AJM-15 نیز نظر داشت که یک بمب هدایت اپتیکی بود. در نهایت پروژه در سال 1985 با ورود به خدمت نسخه اولیه پوپای به نتیجه رسید. پوپای یک موشک هدایت اپتیکی است که توسط دوربین سر موشک روی هدف قفل می شود. این موشک دارای یک پیشرانه سوخت جامد است که بیش از 2 دقیقه کار می کند و مابقی راه را موشک بر روی امواج هوا سوار می شود. موشک دارای 4 بالچه بزرگ در میانه بدنه و 4 بالچه کوچک در انتهای بدنه است. بالچه های بزرگ میانی بدنه به آن کمک می کند تا روی امواج هوا سوار شوند و مسافت 75 کیلومتر را طی کنند. البته در صورت پرتاب در ارتفاع پایین، برد موشک به 45 کیلومتر محدود می شود. موشک را می توان هنگامی که زیر بال هواپیما است روی هدف قفل کرد، ولی از آنجایی که کسب هدف از فاصله بیش از 20 کیلومتر با اپتیک دوربین میسر نیست، برای هدف قرار دادن هدف بهترین روش پرتاب بدون قفل است. در این حالت بمب به طرف منطقه هدف پرتاب شده، فرستنده‌ای در موشک تصاویر دوربین را برای جنگنده ارسال می کند و کاربر هنگامی که هدف را در دوربین خود دید، دست به قفل دوربین بر روی هدف می زند. این کار هدایت همزمان نامیده می شود. برای این کار نیاز است تا هواپیما یک غلاف ارتباطی را برای دریافت تصاویر از بمب با خود حمل کند. معمولا این غلاف از نوع AXQ-14 است که برای دریافت تصاویر بمب JBU-15 و یا AGM-130 در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. پوپای در نسخه نخست دارای 1360 کیلوگرم وزن و 340 کیلوگرم کلاهک جنگی بود و سامانه هدایت اپتیک با چشمی دید حرارتی برای استفاده در شب بهره می برد. اولین کاربر این موشک F-4 فانتوم نیروی هوایی اسرائیل بود. در ادامه راه پوپای 2 طراحی شد که دارای وزن 1125 کیلوگرم بود و دست کم 230 کیلو سبک‌تر از نسخه قبلی بود و برای پرتاب از F-16 و F-15 در نظر گرفته شده بود. از دیگر تغییرات این نسخه می توان به برنامه ریز برای حمله به هدف از بالا به صورت یک شیرجه 80 درجه و یا برخورد با آن از پهلو است. همچنین این نمونه دارای یک گیرنده GPS نیز هست که می تواند مستقل از آن و بدون استفاده از سامانه دید اپتیکی بهره برد. برد این نمونه 130 کیلومتر است که این برد به دلیل زمان سوزش بیشتر موتور به دست آمده است. نسخه بعدی پوپای توربو الکام است. این نسخه دوربرد با موتور توربو جت با سوخت مایع است که طبق گزارشات 320 کیلومتر برد دارد. از وضعیت عملیاتی این نمونه اطلاعی در دسترس نیست. ممنون از اینکه حاشیه نیوز رو برای تماشا انتخاب کردید. امیدواریم بتونیم با نظرات شما کانال حاشیه نیوز رو ارتقا بدیم. پس ما رو از نظرات و همچنین لایک هاتون بی بهره نذارید.
خدا نگهدار.